یکم صبر کنین، اگه مستقر شد یکیتون بره اتاق بگیره. اولا آزمایش میگیرن، بعد عملیات جراحی. دو سه روز یه مزاحمتون هست. اگه برای چک کردن خبری که ما آنتنش کردیم اونا رو عملیاتی کنن، نه تنها زمان نخریدیم که عملیاتشون رو جلو انداختیم. چیکار داری میکنن؟ این موقعیت رو بررسی میکنن. میگم پولش اصلا مهم نیست، چرا با من بحث میکنی؟ 23,000 یورو هم برای افرا شرکت عزیز من. دلم برای تنگ شده. رسیدگی به پرونده فساد مالی تو ماجرای ارزهای دولتی بودم. من صداش میکردم تیمور، ولی اسمش سعید جهانشاهیه. من هر جایی سرمایه گذاری بکنم باز محل زندگیم ایرانه. ارق ملی و قول بهت میدم اگه یه سفر بیای اونجا اصلا دار و نداره تو بفروشی پشی بیای. اصلا آدم دارشون خود از شهر تکون بخوره اونجا. اینجوری که حرف میزنی حس میکنم ویزیتور سنگاپوریه شدی، داری پریزنتیشنش رو میکنی. نه 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 نه، همیشه خوشحالم.
معنی؟ شهر سنگاپور میدونی چیه؟ شهر یا کشور؟ نکته جالب زمینه دیگه. تو دنیا فهم میکنم 5-6 جا بیشتر نباشه اینجوری باشه که اسم شهر و کشوره با هم یکیه، مثل کویت، موناکو، واتیکان، سنگاپور هم یکیشه. ملت عشق میکنم با این قضیه. و چه عشقی؟ چه میدونم، حتما به خارجی آدرس میدن، دو ست کلمه کمتر داره حال میکنم. یه تختشون کمه، البته واسه تو خوبه ها، ولی نگفتی معنای این شهر یا کشور چی میشه؟ یه قصه معروفی داره، سانگ نیلا اوتاما. چی؟ اسم یه آدمی بوده مثلا شاهشون، بنیانگذارشون، مؤسسشون. این رفته بوده شکار، یه شیری هم میبینه سر را میذاره به حساب خوششانسیشون. چه خوششانسی، حالا شیر گاو پلنگ چه فرق میکنه؟ شرمنده خانم، واقعا از شما اجازه نگرفتن. منظورشون اینه که شیر براشون شانس میاره، اسم شهرشون گوشن شهر شیر. یعنی الان نماد شهرشون شیره، مثل کشور استرالیا که نمادش کانگروه؟ نه، سنگاپور اصلا شیر نداره. بعد الان فهمیدم اونی که رد شده باب بوده. وای فرزاد بس میکنی؟ همه اینا رو داری میگی که منو قانع کنی تو اون برج سرمایه گذاری کنم. تو اصل و ول کردی، چسبیدی به فر. یه لحظه بس. ببین اینجا، اینجا یه دونه برج دوقلوه، تو بهترین جای تجاری شهر، کلی هم جذاب توریستی شده. دو تا بخش داره، از یعنی بخش بالاییش انگار معلقه، رو سقفش هم کلی داره درخت داره. خب الان این چه مزیتی بر من داره؟ بهترین برندهای دنیا از طبقه 20 به بعدش دفتر گرفتن عزیزم، حیف ما نباشی. چه اینجوری نگاه میکنی الان؟ دوست دارم اینجوری نگاهت کنم. ما الان عصبانی، خوشحالی، هیجان زده ایم. گیج متمایل به خل. هشتی اینجا که نم داره. خب بغلی چی خالیه؟ اون یه تخته از جا نمیشه. اشکال نداره که اون رو زمین میکنه. چیه؟ خرج داره. نگفتی؟ سب کن برم کلیدو بیارم. بودو کمال خدا شکر تو بغلیش خالیه. تو واقعا فکر کردی در مورد آینده کاری من میتونی تصمیم بگیری؟ والا من آینده کاری خودم هم سپردم به جناب عالیه. اینجوری که حرف میزنی حس میکنم داری گولم میزنی. میخواد راستشو بگم؟ یعنی تا الان داشتی دروغ میگفتی؟ اونجا با مدیر عامل برج که سهامدار اصلیش آشنا شدم، چند تا جلسه باش گذاشتم. ده مجتمع های تجاری بزرگی، گفتم پای برج سازی هستی و هر جا هم سود هست تا حاضری. خب بریم سنگاپور باشون جلسه بذاریم دیگه. قصه تموم شد؟ قصه کدومه؟ فرزاد جان، این بحث رفتن از ایرانو چندی بار مطرح کردی، منم بهت گفتم شرایطشو ندارم، ازم توضیح خواستی، گفتم نمیتونم فعلا توضیح بدم. برای یه روزی که موقع شد بهت میگم. خب الان بگو. منطقی باشه که من رو حرفم اصرار ندارم.
تو اینم اینجا زحمت میکشی پول در میری بعد همه رو قلفتی و هم داری میبری خارج. خب همه چی تو بفروش باشو برو همون و پولتو در بیار. منطقیه؟ اگه بهت بگم ندونستنش به نفته دیگه ادامه نمیدی؟ ندونستنش به نفهمه یا دونستنش برات خطر داره. چه نگران هم میکنی؟ یه تا اولین باری که همدیگر رو دیدیم چی بهت گفتم؟ نه من که اون موقع صرفا نبودم. بهت گفتم من از مرده بدم میاد. عزیزم من از اون روز فقط یادم ونکوور بودیم. همینجوری خندیدی بعد ازم علتش رو پرسید. بهت گفتم اگه تو مردی خودت باید علتش رو بدونی. بعد سکوت کردی و دیگه هیچی نگفتی. و موقع فکر کردم تو فهمیدی من از نامردی بدم میاد. الانم برای اینکه بعدها سرزنشم نکنی و نگی بهم حقیقت رو نگفتی و فکر کنی که من نامردی کردم بهت میگم بخش عمده ای از ثروت من مال من نیست. من برای کسای بیزینس میکنم که هیچ شناختی ازشون ندارم. من هم نمیتونم از ایران خارج بشم. باید کاری من که چیزی از حرفت سر در نیاوردم. فقط میدونم دیگه نباید این بحث رو مطرح کنم. درسته؟ من نهایتاً فقط میخواستم با هم بریم اون ور پیش خانواده. با این نوصفی که تو میگی تا هر وقت بخوای من اینجا هست. میشه دیگه ادامهش ندی؟ بذار به همون خوش بگذاری. فقط این دفعه اگه هواپیما نقص فنی پیدا کرد و پروازت عقب افتاد درست حسابی به هم خبر بده. من که برات وایس گذاشتم میاد کافی نی؟ یعنی انقدر شلوغ بودی که نمیتونستی زنگ بزنی؟ ببخشید فکرم وایس کافیه دیگه. من باز خواهی باز میخوام. قرار دادی؟ یه ساعت دیگه دعوت این به افتتاحیه یه برند معتبر. من بعد برم کارهای حواله هامو بکنم و دو روز دیگه برم باز. امروز دیگه حرف هیچ کاری رو نمیزنی. الو. من ساعت 6 مجتمع. خودت مقدمات کارو بهش بگو تا برسم. خدافز. اصلا غذا نخوردی ها؟ الو شهروز با تو مجتمعی. آره داریم این بالا.
سلام خانم ادیان. سلام. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. تولدت مبارک. خوشگل‌ترین کار دنیا. ممنون. چی می‌گیم از این شروع بسیار خوشم نمیاد؟ من که خوشم نمیاد. زاران همسر آیندت هم خوشش میاد. ممنون از همکاری. تبریک میگم خانم ادیان. خیلی ممنون. متشکرم. دوستان بفرمایید. چرا به من نگفتی؟ خواهرت یه هفته برای برنامه ریخته، خواسته خوشحالت کنه. خواهش میکنم متوجه بشم این چی میگه. چاکش. آقا کمال موافق این بالای دیوار دوربینو نصب کنیم؟ بالای دیوار ممکنه تو دید باشه. به هر حال ریسک داره. حالا شوفاش چطوره؟ آقا کمال ما آمده ایم، هر وقت بگین شروع میکنیم. فرهاد شروع کن. حبیب حالا آهنگو بذار. سریع‌تر. تصویر داری؟ آره تصویر دارم. تصویر اومد.
سلام. سلام. کجایی پس؟ من بالام تو دفتر. چطور؟ بیا پایین دیگه، سمینم اومده. باشه باشه الان میام. بودو بودو. اومدم اومدم. نگفته بودی زدی تو پر فوتبال؟ به خاطر فوتبالی بودنش نیست که اینجاست. این اراده میکنه تا مبارک باشه. خیلی ممنون. بازم تبریک میگم خفش. متشکر. اراده کرد تمام بدهی یه تیمی که دوست داشت دار. هر روز داره با سایت ها روزنامه ها مصاحبه میکنه. بعد میگه کارش فوتبال نیم؟ فوتبال عکس کارشه. وگرنه کسب و کار اصلیش خوشکواره. پسته، فندو، بادوم. شوخی میکنی؟ شوخی چیه؟ فکر هم میخوای تیم بخری؟ خیلی ممنون. اصلا میخوای خواهش میکنی؟ اصلا میخوای پسته بخری؟ میخواد نصف مجتمع رو ازم بگیره. نمایشگاه مبل و دکوراسیون داخلی. پسته چی؟ اون کسب و کارشه، مثل مبلمان که علاقش. این همه دغدغه هم تو مغزشون رو باید چیکار بکنه؟ اونم بذار مدیر رابطه عمومی. یو پیام. خیلی مخلصم. خانم ادیت به چند لحظه تشریف میاریم؟ ببخشید فرزه جان. خواهشون بله. فرزه بله. کجاست؟ چرا بازش نمی کنم؟ بعیده دوباره میره سراغش. قبل اینکه ما اتاقو تجهیز کنیم حتما چیزای توش رو چک کردم. بذارم ببینم چی داری میگی. صبر کردم تو مطمئن بشم بعد بهتون خبر بدم. فرزاد تو این مدت با یه نفر دیگه بود، یعنی داره بهتون خیانت میکنه. الو. اینه که خودم بهش گفته بودم. سند و مدرک دارم خانم هدایت. تو این دو روز چند بار طرفو دید. وقتی دیگه مطمئن شدم که فهمیدم دو تا بلیط گرفته از سنگاپور برای تورنتو.
بلیط های یه سره واسه خودش، همون شرکت تجاری که واسه شما پیدا کرده، دلارایی که قرار تو سنگاپور تحویل بگیره رو خود ببره تورنتو. عکسشون رو میفرستم روی گوشیتون. خانم دهد صدا میشنوین؟ منتظرم. همو همیشه گی بله. میگم که چیه؟ کاری داشتی؟ تو متوجه شدی خانم هدایت یهو به هم ریخت؟ نه خیر. اول مهمونی سر حال بود، یه دفعه حالتش عوض شد. شاید یه چیزایی رو متوجه شدی که نباید میشدی. مثلا؟ شک داری به خودت؟ نه، باید کنجکاف شدم. ببین پسر جون، سرت به کار خودت باشه. روز اولی که اومدی اینجا دیدمت اصلا باهات حال نکردم، الانم همینطور. پس تو کارهایی که بهت مربوط نمیشه دخالت نکن. میخواستم ببینم اگه مشکل خاصی نیست و خانم هدایت نظرش مثبته، فردا قراره علیزاده رو بذارم. علیزاده دیگه کیه؟ همون فوتبالیست فوتکورتیه، مهمونی تولد هم اومده بودش. حالا اگه اوضاع خوب نیست میندازم یه روز دیگه. تو چرا حرفایی که بهت میزنم یادت میره؟ همون روز اولی که اومدی اینجا با اون ایده های احمقانت بهت گفتم پای سلبریتی جماعت رو اینجا باز نکن. خود خانم هدایت گفت این کار رو انجام بدی، من فقط ایدهش رو دادم. ببین بچه جون، سلبریتی بیاد اینجا و چهار تا خبرنگار روش زوم کنن که فودکورتش چقدر درآمد داره و از کی اجاره کرده و چقدر اجاره کرده، واسه خانم درد سر میشه. میفهمی اینا رو؟ البته بعید میدونم. حواسم بهت هست. Thank you.
فرصتیت نداشتم. امیدوارم خوشت بیاد ازش. همیشه فکر میکردم دوست دارم عاشقم باشن تا اینکه عاشق کسی باشم. خب الان عاشقی بیشتر یا تو بگو. شک داری به عشق من؟ حالت خوبه؟ بیا نگاه به این منداز. خوشگله نه؟ چیزی شده سمی؟ داری منو میترسونی؟ ترس؟ ترس چی؟ نمیدونم. من ترسناکم؟ فرصت نشد در مورد سفرت با هم گپ بزنیم. حالا وقت است. من برم. کجا؟ صرافی. کلی کار عقب افتاده دارم. این همه موندن تو سنگاپور فایده ای هم داشت؟ تونستی کسی پیدا کنی؟ بهت گفتم که با ساختن فروشگاه زنجیری تو هوبانگ یه سرمایه گذار پیدا کردم. قرار شد من بهش برآورده هزینه رو بدم، ایشون هم امکاناتش رو در اختیار ما قرار بده. اینو به من نگفتی؟ حواست هست؟ یعنی چی؟ به من نگفتی؟ پس به کی گفته بودم؟ نمیدونم، باید از تو بپرسم که به کی این حرفا رو زدی که فکر کردی به من گفتی. چی داری میگی؟ تو حالت خوب نیست واقعا، اصلا نمیدونی داری چی میگی. تو که کارای عقب افتاده داری و میخوای بری به کارت برسی، پس حال منو بهونه نکن. فردا میبینم. فرزاد کارت تموم شد به هم زنگ بزن، امشب خودم میرسم احمد خونه، منتظرت میمونم. باشه. ببخشید فرصتیت نداشتم. امیدوارم خوشت بیاد ازش. همیشه فکر میکردم دوست دارم عاشقم باشم تا اینکه عاشق کسی باشم. الان عاشقی بیشتر یا کمال ببخشید، ولی یه نفر آدم با کی میخواد صحبت کنه که داریم شلوغ میکنیم؟ تقصیر کسی نیست، اون هولش انداخته رو شوفاش.
آخه باید دوربینا رو جوری کار میذاشتن که امکان کور شدنش نباشه. شما حواستو بده به کاری که بهت سپردن. سوژه کاری بخواد بکنه جاش کف خیابونه، نه تو اتاق. دقت کن اگه خواست تماس بگیره به بچه های فنی خبر بده رد تلفن ماهواریشو بزنن، بفهمیم سرپولش تو کدوم کشوره. سلام. خسته نباشید. سلام. خوش خبر باشی؟ نیستم متاسفانه. تا حالا که تصاویر دوربینا چیزی به درد بخوری گیرمون نیومده، ولی یه چیزی به درد بخور از سوژه پیدا کرد. چی؟ کارشناسایی که به مسافرخونه داده جعلیه. عکسشو فرستادی بر بچه های دمشق و بغداد؟ بله، اهل چچنه. کی شناساییش کرده؟ ظاهرن به داعشی های تو زندان نشون دادن. تاییدشو بگی تو بازجویه به دردمون میخوره. بله. با مسافرخونه داره به چه زبونی حرف زده؟ فارسی به لهجه عربی. دست در نکنه. خواهش بکنم. شده به من نمیگی؟ امشب اصلا یه جوری هستی اینگاه. خب تو که این همه آدم داری، رابطه داری، بده همینو برات پولاتو از ایران خارج کنن، کاراتم بده همینو بکنن. آدم های من بلد نیستن حرف بزنن،
نمیتونن سرمایه گذار جذب کنن. پس به چه درد میخورن؟ فرق بزن. ورق بزن. ازت عذر میخوام، همه چی توی لحظه اتفاق افتاد. بذار فردا در موردش کامل صحبت میکنم. در مورد چی کامل حرف بزنی؟ شب تنها باش. ورق بزن. من از همه کثافت کاریت خبر دارم. چون داستان تویی، هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردته. خلیج فارس ای کاش بشکنه، لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من، پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه، خاطرات میرزا کوچیک خانه. خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه، هر جا نبردیه
حرف از سیاوشه به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تمامه سهمم از دنیایی خاک تو ارسه اجدادی، من سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی، من پر زخمه ترکش و خمبارت هر وجب از خاک خوزستان، خاطراته